سلام عرض میکنم خدمتتون، با یک رترو یا زیرخاکی دیگه در خدمتتون هستیم از سری آیتم های زیرخاکی و این بار هم اومدیم سراغ یک بازی قدیمی به نام این فیموس به همراه محمد طالبیان. من هم سلام میکنم خدمتتون، امیدوارم که حالتون خوب باشه. همونطور که میسم گفت این فیموس رو میخوایم بازی بکنیم. بریم داخل بازی. یه مقداری من جلو رفتم بازی رو که نوایلش رد بشه و اینا، ولی همچنان توی گردن فرض کنید که این بازی، یعنی فرض نکنید واقعا این بازی سال 2009 عرضه شده و فکر میکنید مثلا الان که به چشمون میبینیم میگیم با چرا اینجوریه، ولی در صورتی که همون سال 2009 اینو بازی میکردیم و به به و چهچهی که میکردیم صداش تا 6 تا کوچه مورتن هم میرفت و فوق‌العاده بود دیگه. به هر حال بازی که چی میگن خیلی با شک و شبه میپنه. آره یه جوریه، نبینید این محمد داره بازی میکنه یه ذره عجیب غریب. ببین دسته پی‌اس‌سی اون موقع همین بوده. آره با دسته پی‌اس‌سی انصافا ایم کردن اینا سخته. آره بعد اصلا واقعا بعد این بازی اون موقع جزو بازی بهترین ها بوده. بعد فکر نکنید همین جوری الان شما بازی ها رو بازی میکنید، ساده ترین چیز مثلا تو تمام بازی های امروزی ساده ترین چیز حرکت کاراکتر و دوربین و نمیدونم ایم و این چیزها، در صورتی که اون موقع خود همین چالشش واسه بازی سازا انقدر زیاد بود که همچین چیزی رو بخوام پیاده سازی کنن و اون تیر میزنم اون کاره میزنه. بذار من بیام پایین چنان کنم ازتون که سرش ناپیدا. این فیموس داستان جالبی داشت. یه پیک موتور سواری موتور نیستش، من اتفاقا من اشتباه میکردم. این پیک هاییه که میدونیم و ما میرن تو شب چیز میکنن پارکور تور میزنن. آها ولی پیک بوده. آره ولی پیک بوده. آره. داشته رد میشده دقیقا وسط یه حادثه ایشون بوم داشتن. آره. بهش بودادن ببره. آره وسط حادثه بوده ایشون و وقتی هم که همه جا منفجر میشه و خودش هم نمیمیره میبینه که یه ابیلیتی داره که میتونه برق رو کنترل کنه و دیگه از اونجا به بعد چی شد؟ این نمیدونم نفت گازوئیل بود چی بود خورد به هم پوکیدم قلبت که هم شد و دیگه هیچی. این میفهمه که این قدرتی داره که میتونه برق رو کنترل کنه، با برق با الکتریسیته میتونه خودش ریهیل کنه، کلا حال خودش رو خوب کنه و یه سری قدرت ها داره که در ادامه هم یه سری چیزا به دست میاره. دیگه میفته توی قضیه ای و باید بره جلو. شهر به قول معروف این شهر چیز امپایر سیتی. آره. امپایر سیتی همون نیویورکه در واقع به نوعی مثلا، ولی اسمش خب امپایر سیتیه. و دیگه براتون بگم که متاش میدونی من چند شده این بازی؟ 80 بعد شد همین اوزا بعد میدونی. آره. یادم آره میدونی. با خیلی س... ای گفتم مردی برو بلا بذار اونا رو گفتم مردی. من اون موقع که یادمه اون موقع که اومده بود فکر میکردم چیزه، فکر میکردن همه خیلی نمره بالایی بگیره، گفتن اختصاصی PS3 میترکونه فلان، ولی متاش اونچنان بالا نشد. البته یه چیزی هم بگم، اون موقع موقعی بود که بعضی سایت ها پول نمیگرفتن نمره بدن. هنوز دیگه افتادم جایی نبود، اینقدر رفتم موی رد شدم بالاخره دیگه افتادم. اون موقع هنوز بعضی سایت ها که مثلا چقدر زیاد میپره اعصاب آدم خورد میشه. این مثلا آنچارت رو دروازه میکنه جایی که بعد بپری همونجا میاره. این بعد خود جمعش کنی که رد چیز شد درست بیفته رو پلتفرم بعدی. خیلی اگه بخواین نسخه به روستر و قابل تحمل ترش رو بازی کنیم میتونین بریم سراغ این فیمس سکند سان. هیچ ربطی هم به این دوگانه اولیش نداره چون سه شخص درستی تغییر کرده بیسش راقا یکی دیگه و نیروهایی که دارن حالا اینه که جهش پیدا کردن و هانت میکنن و این داستان ها تو جفتشون مشترکن، ولی شخص درستیش کامل تغییر کرده، داستانش متفاوته. سازنده شاید مشترک از ساکر پانچ این فیمس ها رو کلن توضیح داده. مشت مکنده قبل از این فیمس ها توی نسل PS2
روی بازی اسلای کار کرده، سگانه اسلای، چهارش که روی PS3 تیفینز تایمز بود چی بودش، اونو خودشون نساختن و در نهایت هم که الان هم که دارن سلطان سامورایی گوست آف سوشیما رو دارن، اون همون سگان اسلای کوپره چیز هم اومد ریمیکش برای PS3، آره اومد سگانش برای PS3. و دیگه براتون میگم داستان این داستان کل هم هست، همین آقای کچری که میبینی چی کل اسمش کل مک گریت، همین چیزه، آره مک گریت، مک گریت ام سی. بعد یه چیز جالب داشت این فیمس، این که شما دو مدل میتونستی بازی رو تموم کنی، یه مدل این که آدم خوب بودی که شهر برمیگشت به حالت اولش، اوکی میشد همه چی، مردم تو رو میگفتن وای چقدر خوبی و اسپایدرمن ما تو شهر رو نجات دادی و اینا رو از بین بردی و فلان کردی. یه حالت دیگه بود که اصلا کلان این فیمس میرفتی جلو، یعنی بدنام بودی دقیقا. اونجوری میرفت جلو شهر تو همین کسافت تاریکی میموند و تو هم که همه رو کشته بودی، ولی خب شهر تو همین میموند و سیستم همین میموند. سیستم اپگرید های بازی همونطور که میبینید میز هم توضیح دادش دو مدل داره، گود داره ایول داره. گودش رو مثلا من دو تا داله انتخاب داده گود انتخاب کردم، از اون مثلا ایول هم یه سری قابلیت خاص خوشه و کلا اصلا رنگ اتکات و اینا هم عوض میشه و اصولا ایوله بازی رو ساده تر میکنه چون قوی تر آره بخوایی مسیر خوب بری یه چیز جالب هم هست سخت میشه. توی تئوری خوب و بد تو کل دنیا میگن که این ربطی به بازی نداره، یه چیز کلی دارم در مورد کائنات و در مورد همه چی دارم میگم. قدرت نیروهای شر 5 برابر قدرت نیروهای خوبیه، به خاطر همین مثلا تو تیم فیلم ها میبینی یه یارو شره، قدرت بد داره، خرابکاریاش راحت انجام میشه، ولی میبینی 10 تا مثلا سوپر هیرو خوب باید بریزن اونو جمع کنن درستش کنن. این حالا درسته یا غلط اینو کاری ندارم، ولی به هر حال تو تمام افسانه ها تو تمام چیزا مثلا خیلی ساده میبینی مثلا خراب خسته ای داره بازی ها مثل دقیقا مثل چیز دیگه اسپایدرمن 2018 اون باز از در دیوار همه جا میرفت ولی نمیره اینجا کلا. یه مثلا در مورد خوب و بعد الان یه نمونهش تور داداشش رو دیدین لوکی، آره فقط قدرت آنچنانی نداره ولی خرابکاری هایی که میکنه اون باید مثلا یه سال بود و اونو درست کنه. حالا اینکه این واقعا اینجوری هست در چیز یا نه من نمیتونم به این سهه بذارم، با اینکه خودم دیدم قدرت بدی خیلی بیشتر از خوبیه، خودم هم اینو دیدم و حسم کردم قدرت بدی خیلی بیشتره، ولی بازم من سهه نمیذارم. تو اینم همینه، نیروهای بد اگه از سمت بدی برید جلو قدرتش بیشتره، بازی هم زودتر تموم میکنید، راحت تر هم خواهد، ولی خوبی خب سخته دیگه. توی بازی دیگه هم اینجور مثلا بایوشاک هم شما ترکونه ببین من کاری نه کسی به من بزنه ترکونه، ریکو رودریگوز دیدی آه. یعنی کسی به من بزنه منفجرش میکنه بزنم رفته اون بالا قایم شد دو تا بودن آخه الان میام یکم اپوش داره میزنه همه منو دارن میزنن اصلا. آره پلتفرمینگش بعد حسابشو بکنی اون زمان البته که آپگرید میشه بهتر میشه ولی به هر حال ضعیف بود. نمیرم مردم انقدر رفتم اون یارو رو کشتی انداختی پایین کجا ما همین چه بزنش توی چیز فرست چایلد این فیمس First Light چون سانز بود چایل کردی آره. First Light محمد حسن حسنی کامنت گذاشتی تو اینستاگرام میگم این لاکچری بازی ها چی آخه با ساعت اینستاگرام چی ساعت من قشن اغربه هست من بالا بعد توی First Light آره دیگه دختره بود آره اون مثلا پلتفرمینگ اون فوق‌العاده عالی اصلا بازی عجیبی اون واقعا فراتر از خیلی بازی خوبیه. بعد کلن هرچی این فیمس ها رو ساختم نسخه دومش هم حالا سومش که سکند سان بود خیلی بازی ها روون تر شدن بهتر شدن انگار که مثلا آزمون و خطا بود اولی هرچی می رفتن اوپن ورد و در ورد آره خیلی بهتر شد. این بازی هم مثلا اوپن ورد ولی اونقدرام بزرگ نیست و اونقدر هم شما دست شما باز نیست اونقدر فعالیت آره. خاصی تو شهر نیست انجام بده دیگه بیشتر
خیلی ضعیف بود. بعد حسابش رو بکن اون موقع هم همه مشکل با این داشتن که رم 512 مگی که روی پیس بی مود شد. این یارو دست چپی اون بالا خیلی خوب میزده. همه دارن میزنن. چه خبره؟ اینجا نه، اول بود دست چپی ها رو بکش زیادم. او از این اول اومدن. آره. بعد چی میگن؟ رم 512 مگی که من میگم میخوای یه بریک بدیم. بریک بدیم. آره یه استوپی بکن، یه بریک بدیم ما برمیگردیم. Send me pieces up back together now. What's your vision? بریم با ادامه بازی در خدمتتون باشیم. آره خب من داشتم میگفتم آها، یه مشکلی که اون موقع سازنده ها با PS3 داشتن واقعا مشکل رم بود. آره رم PS3 آره سی پی یو همه میگفتن این ماش این سیستم یه سی پی یو فوق العاده قوی داره و 512 مگ رم گذاشتن شیر بین سی پی یو جی پی یو نزن نامرد و این خودش خیلی براشون سخت بود. به خاطر همین مخصوصا تو بازی اوپن ورلد خیلی مشکل می‌خوردن. سر همین بود که آخر نسل PS3 بود از همه ساخته اونا میزنه از پشت سر جلو از پشت هم داره میزنه تازه نشینیسون چرا اونها اونا نه دیگه اونا اصولا نباید تریگر بشن. چرا میزنن آقا تریگر شدن این فیموسا بدنام خیلی مشکل داشتن. سر همین بود تازه آخر نسل PS3 سازنده ها پروگرامر ها فهمیدن که چی شد، چه جوری میشه از این رم استفاده کرد، چه جوری میشه بهینه استفاده کرد، اوپن ورلد چه جوری اجرا کنیم که بار بیفته رو سی پی یو رندرینگش خیلی بهتر باشه. بعد رم مشترک 512 مگ رم مشترک بود بین جی پی یو سی پی یو خیلی سخت بود. به خاطر همین اکثر بازی اون موقع خصوصا بازی اینجوری نمیتونستن تو محیطش چیزی بزنن که شما رو درگیر کنه. حالت به قول من اوپن ورلد بودنش خیلی تو چشمش لغت رو داشتی انگار که من از بیدی شوتش می آره دقیقا اون پایی دارم میزنم مرد آقا من خم بزنم اینا من زیاد کشتم اینو چکار میکنم برو بیرون کجا رفتی؟ افتاد پایی اونا مرد اینجا مردی؟ دارم راحت ولی با این حال حسابشو بکن شما سال 2009 این بازی رو میشستی بازی میکردی و لذت وافی و کافی. حالا الان اگه میخوای با بازی‌های الان بعد از 10 سال مقایسه کنی واقعا اشتباهه. کجات بریم دیگه؟ این لوله رو بگی برو. نه این چیزم اون وره. تاریدم تو نقشه اون وره. آره اونا. این بالا ساخته اونا برم حالا ندارم دوستات بیا فعال بالا. واقعا تو روح این پلتفرمینگه تو. الان میزن. اون پایین پرو آدم ها اونا. برو سیم بریم. بعد یه قایتی داره از سیم میری خیلی حال میده اونا چیزه ماریو از روی این برداشته دیگه ماریو اودیسی اونجا که میری توی سیما خیلی قشنگ به وضوع از این نرفتونی منم کشتن برو اون گوشه تیر نخوری درو برق بابا برق نقش بابا برقی رو داریم اونجا چه خبر اونجا مارم برشت دوشمون بعد کل فقط برقه توی سکنسان و فرست لایت و سکنسان که 4 تا داره. آره ابیلیتیاش فرق فقط این فقط برقه اینجا فقط برقه ولی توی دو مثلا تخریب پذیری رو خیلی زیاد کردن و بعدا سراغ دوش هم میریم بله 100% این کالکتبل بود اصلا همه خیلی و این هم عرض کنیم که خدمتون این اولین چیز بود اولین تجربه اوپن ورلد عملا واقعی ساکر پانچ بودی زمانی اینجا برق میگرفت وقتی آویزونم بودی الان نمیگیره دیگه میشه بری بالا او بی پایین دارم میزنم نیزم دوش 2011 اومده بود دوش 2011 اومد ادامه داستان یکیش بود و تموم کردم منوی داستان آره. کلو دیگه اونجا کلا تموم شده داره برو پایین یه اول بازی که داشتیم شروع میکردیم که یه ذره رد کنیم محمد گفت پولیگون ها رو نگاه کن همه جا پنزلی پر آره همه معلومه گفتم آره دیگه نگاه کن پسر
ما با اینا خوبه ها. آره بابا این خیلی خوب بود اون موقع، ایج نشده بازیه اصلا، اون موقع خوب بود. بعد حسابشو بکنید این سیستم با PS3 با 512 مگ رم اومد لستافاس رو پیاده سازی کرد. اصلا واقعا لستافاس عجیب غریب بود. بابا خودشون میگفتن نم چجوری میشه مثلا یه بازی مثل لستافاس رو با 512 میگم نمیشه. بعد یه ویدیو اومده بودش، یه ویدیوی نمیدونم دیدین یا نه، ما تو سایت هم گذاشتیم یه چند تا ویدیو اومد. اون یارو یه ویدیو از چیز اومده بود، از آنچارتد دو رو پی سی 60 فریم اجراش کرده بودن. بعد میدیدی میگید انقدر چیزی نداره که اینو برایشن رو 60 فریم پی سی اجرا کردن، میدیدی انقدر تفاوتی نداره. بعد میفهمید برنامه نویس های لعنتی ناتیداک چجوری نوشته بودن اینو واسه 512 مگرم. خود چیزم گفته بود برنامه‌نویس ارشد، یکی از برنامه‌نویس‌های ارشد گوریلا گیمز، آقا تلفظ این چیه؟ گوریلا گیمز یکی از برنامه‌نویس ارشد گوریلا گیمز گفته بود واقعا هنرمندی میخواد که به برنامه‌نویس‌های ناتیدای گفته بود گفته واقعا هنرمندی میخواد لست آف آس و آنچارتد رو PS3 با این کیفیت اجرا کردن. فوق‌العاده بود، فوق‌العاده دستاورد تاریخی بودش این بازی ها رو روی نستری، چون همونا اومد رفتم پشت همونا اومدش رو PS4 مثلا تایه چیزش این بود که فول اچ دی و 60 فریم اجرا شد دیگه. از گرافیکی اونچنان چیزی نبود. نه آه بالاخره رسیدم. حتی سانتا مونیکا که بهش میگن یکی از قولای بازی سازی دنیا و واقعا هم هست، به حق به من بهش میگن God of War 3 رو اگر رو PS3 بازی کنید و بعد بیانید رو PS4 ریمسترش رو بازی کنید متوجه میشین چقدر توفیه داشته، چقدر. خب این محمد میخواید دامنش کنیم دیگه، ما میخواستیم این فیلم رو بازی میکنم دیگه. آره امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اینم یه قسمت دیگه از آیتم زیرخاکی، باز هم آیتم های زیرخاکی داریم و این آیتم حالا با ما خواهد بود، چون به اندازه موهای سرمون آیتمی هست که یعنی بازی هست که نشون بدیم بازی قدیمی که واقعا ارزش بازی کردن رو داره و بازی خوبیه. امیدوارم که نظر بدین، کامنت بدین. بله 100% و بله مردم هم بزن حال میده. خدا ایولت رو ببر بالا. بوت خدافزون باش. آره هر جا هستین خوشحال شد و موفق باشید. تا یه آیتم زیرخاکی یا همون رتروی دیگه همتون رو به خدا میسپاریم. خدافز. اصلا یه ذره این خشونت و هر این کثافت آدمیزاد رو نشون بده. صرفش گره برق هم داره تموم میشه. تموم شد برق. برق کجا تیتر آف برق کی داری؟ باک داری برق باتری ماشینه بوده.